بیننده های عزیز علاقمندان برنامه دریچه، سلام بر شما. خوشحال هستم که باز هم وقت نشر برنامه فرا رسیده. دریچه برنامه است که در برگیرنده مطالب ادبی، هنری و فرهنگی می باشد. در آغاز چند خبر کوتاه فرهنگی را با هم می بینیم. در این نشست این مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور تعهد می سپارد که حکومت در راستای برطرف ساختن برخی مشکلات اقتصادی رسانه ها تلاش می کند. ما از رسانه ها دو سه چیز می خواهیم، دیگه هیچ نه سانسور وجود داره نه دیگه کدام مشکلات داره. یک این که و ارزش های اسلامی ما و شما، همچنان منافع ملی کشور ما و شما و همه فرهنگ افغانی ما و شما. این همه در حال است که در اواخر ماه ثور سال جاری کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای در کشور نیز به فعالیت آغاز کرد. روز جهانی پست در کابل گرامی داشت صورت گرفت. مولوی عبدالسلام حنفی در این برنامه میگوید باید تمامی ادارات دولتی از خدمات افغان پست استفاده نمایند و ادارات اوایدی که نتوانند اواید پیش بینی شده را جمع آوری کنند ملغا خواهد کردید. سرپرست وزارت مخابرات میگوید افغانستان تجربه 150 ساله در پست رسانی دارد و حال نیز 12 شرکت خصوصی همراه با شرکت دولتی افغان پست ارائه خدمات در کشور می نماید. مخابرات وزارت د سکتور په بنیاد باندې د پست ټول منسوبینو ته داډ ورکوم چې موږ ستاسو د ټول ستراتیژیکو او اهم موخو او اهداف تر شا ولاړ. شرکت افغان پست در سال 1817 تاسیس گردیده است که از زمان تأسیسش تا اکنون عضویت چندین نهاد پست رسانی جهانی را نیز دریافت نموده است. در تازه ترین اقدام این شرکت در نظر دارد که سیستم ردیاب را در موترهای ترانزیتی فعال نماید. مرکز آموزشی جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان به دلیل مشکلات مالی برای مدتی از فعالیت باز ماند، اما به اثر توجه ریاست اطلاعات و فرهنگ و تقاضای مکرر جوانان این ولایت مرکز آموزشی جوانان دوباره فعال گردید و به تعداد بیشتر از 120 تن جوانان پسر و دختر از پوهنتون‌ها و معارف این ولایت از خدمات آموزشی رایگان این مرکز استفاده خواهند کرد. آموزشگاه اطلاعات و فرهنگ رسما امروز ما افتتاح کردیم به خاطر بهبودی وضع دانشجویان، به اصطلاح ما بتونیم اهل معارف بیشتر در کنار خود داشته باشیم. پیش از پیشین برادر هست که درس میخوانند و بعد پیشین هم طبقه اناس هست که به اصطلاح مختلط نمی بوده باشند، استادشان زن هستند. خدمات رایگان مرکزی آموزشی جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان شامل آموزش قرآن کریم، زبانهای عربی، انگلیسی و کامپیوتر می باشد. تعدادی از تاجران قالین در ولسوالی اندخوی می گویند قالین فاریاب شهرت جهانی داشته و یکی از اقلام عمده صادرات کشور را تشکیل می دهد. اما بنابر عدم بازاریابی به رکود بی پیشین مواجه شده است. صنعتکاران از حکومت امارت اسلامی می خواهند تا آنان را مورد حمایت قرار داده و فرصت های کاری را برای قالین بافان و تجار ملی مساعد سازند. در تمام جهان قالین افغانی نام داره و اون نام از اون باید ما باید بلند داشته باشیم و بلند نگاه بکنیم. ما توقع ما از دولت همی است که باید تاجرهای ملی باید به هر سویه که باشه باید حمایت شود. قالین دستبافت افغانی نسبت به قالین های ماشینی دارای کیفیت عالی و قیمت بیشتر بوده. بنابراین صنعتکاران از مراجع زیرت می خواهند که از تورید تارهای خارجی بی کیفیت جلوگیری نمایند. در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی معادن و فلزات در کابل، سرپرست وزارت صنعت و تجارت برگزاری همچون نمایشگاه را برای رشد اقتصاد و معرفی تولیدات افغانستان مهم دانستمی افزاید. در کوتاه‌ترین زمان نمایشگاه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان در دبی برگزار خواهد گردید. دبی انشاءالله به امید پروردگار، به امید خداوند، ما نمایش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را و همچنان بعضی از برنامه های معادن افغانستان همچنان شامل بسازند. از سوی هم مسئولان اتاق های تجارت و صنایع می گویند سکتور معادن می تواند افغانستان را از بحران اقتصادی نجات دهد. اگر ما صنعت خوب داشته باشیم، ما می توانیم معادن خود افغانای ما استخراج کنیم، به 3 چند و 4 چند ما به مارکت های دنیا برسانیم. عرفدارانی که در این نمایشگاه اشتراک کردند از امارت اسلامی خواهان برگزاری این گونه نمایشگاه ها در خارج از کشور هستند.
برای اولین بار در ولسوالی برکی برکی لوگر سیمینار علمی یادبود از افتخارات و شخصیت ملی سپه سالار نایب امین‌الله خان لوگری از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و بنیاد نایب را اندازی گردید. در همین حال سخنرانان پیرامون فداکاری، شهامت و مبارزات امین‌الله خان در برابر انگلیس‌ها مملو از دستاورد و افتخارات برای ملت افغانستان یاد نمودند. چندان روز افغانستان که استعمار کامیابیدل اینشی دیر طول انگیزه در طول ذهنیت دی امدق مشاهین را پاتیدن. از سوی هم مسئولین نایب قاضی امین‌الله خان لوگری را منحصر به یک ولسوالی و ولایت نه بلکه قهرمان همه ملت افغانستان یاد کردند و گفتند که در عرصه زنده ماندن تاریخ امین‌الله خان و همه قهرمانان این ولایت تلاش میکنند. معاون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ از قلعه تاریخی قاضی امین‌الله خان لوگری که 211 سال قدامت تاریخی دارد دیدن و در عرصه بازسازی آن وعده همکاری نمود. دوستان عزیز، هفته قبل نمایشگاه آثار نقاشی بانوان در ولایت هرات برگزار گردید. در این نمایشگاه همه آثار منعکس کننده افکار و خواستهای بانوان را بیان می‌کرد و تعداد زیاد تماشاگران این نمایشگاه را جوانان تشکیل می‌دادند. گزارش در این باره. ده ها اثر نقاشی شده توسط یک آموزشگاه هنری در شهر هرات در اینجا به نمایش گذاشته شده. مسئولان این نمایشگاه هدف از راه اندازی آن را زنده نگه داشتن هنر عنوان می کنند. به تعداد 105 اثر نقاشی، نقاشی مدرن، نقاشی خط و 50 اثر سرامیک مجموعاً کارهای بخش بانوان آموزشگاه هنری ما. شماری از بانوانی که آثار هنریشان در اینجا به نمایش گذاشته شده نیز از راه اندازی این نمایشگاه و حمایت های مسئولان استقبال می کنند. خیلی خوشحالم و احساس خوبی دارم از اینکه بتونستم کارها خوب به دیگران نشوندم. سبک هایی که ما کار کردیم سبک مدرن. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز میگوید که امارت اسلامی به گونه کامل حامی هنر و هنرمند می باشد و اضافه می کند. امارت اسلامی افغانستان ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت هرات خود ملزم می داند به این که از هنرمند و از هنر کاملا حمایت بکند و زمینه را مساعد بکند تا آنها هنر خود در یک فضای سالم، در یک فضای پر امید، پر نشاط، اونا بتونه زیبایی هایی که در ذهن داره اونا را خلق بکنه در روی تابلو. باید گفت که مسئولان برگزاری این نمایشگاه از همکاری های قبلی مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ در قسمت برپایی نمایشگاه در بیرون از کشور نیز سخن میزنند. موزیم ملی افغانستان یکی از مکانهای مهم و ارزشمند نگهداشت آثار تاریخی و فرهنگی محسوب می‌گردد. افغانستان از لحاظ تمدن و داشته‌های مادی و معنوی بعد از مصر دومین کشور جهان است. تاریخ 5000 ساله کشور از 1500 قبل از میلاد و دوره‌های باختری و بالاخره تا امروز که ما از آنها یادگارهای داریم که همه نماد از تاریخ و هویت ملت ماست. موزیم ملی یگانه مکانی است که داشته‌های تاریخی و فرهنگی در آن حفظ می‌گردد. با آنکه طی جنگ‌های چندین ساله در کشور تعداد زیادی از آثار از بین رفته، اما هنوز هم آثار زیاده در موزیم ملی موجود است. با گزارش در این رابطه گوش فرا می‌دهیم. مستدیر افسوس و ارمان پر آقای سید رحمان نام دارد. از ولایت زابل به خاطر دیدن آثار باستانی اینجا به موزیم ملی آمده است. میگوید زمان آرزوی دیدن از این مکان را داشت و اکنون به این آرزویش رسیده. وی میگوید دیدن آثار باستانی این احساس را در وجودش تقویت میکند که افغانستان کشوری است با تمدن و فرهنگ غنی از ارزش‌های تاریخی میباشد. د دې معلومات لپاره نن رالو چې موږ یو ګورو لیدلی منو خلکو به ډیر صفت را تکوي. سیدا شاند از مش په وطن کې از مش په شهر کې از مش په پاک کابل کې انونن په دا وجه مش راستن سو دلته رال. فردوس یکی دیگر از بازدید کنندگان است که از ولایت غزنی آمده است. او میگوید زمان باور این که افغانستان با تاریخ به درازای 5000 سال باشد برایش دشوار بود، اما وقتی آثار موجود در این مرکز را میبیند به تاریخ و فرهنگ اصیل کشورش افتخار میکند. در احساس کوم
چې افغانستان یو پرختیا سره یو 15 کلن تاریخ لري ځکه چې موږ سکه وکړه او هغه آثار موږ کته په کې لیکل شوی چې افغانستان 2000 کال بخوا تر میلاد څخه هم دا شیان نو موږ به کله شک کول کلم کتابو کول تاریخ چې دا پرختیا 15 کلن تاریخ لري یا نه لري نو موږ موږ آثار وکړو یقینا موږ 100% د اطمینان شو چې افغانستان 15 کلن تاریخ لري آثار موجود در این مکان برای هر بیننده این پیام را می دهد که افغانستان دارای فرهنگ چندین هزار ساله با رسوم و عنانات خاص خودش می باشد. در موزیم ملی افغانستان فعلا بیش از 50,000 قلم آثار تاریخی و فرهنگی موجود است که آثار مربوط به دوره های مختلف می شه از جمله دوره سنگ، دوره برونز، دوره یونان باختری، دوره کوشانی، دوره های مختلف اسلامی و بخش دیگری هم آثار اتنوگرافی و یا مردم شناسی است که از طریق مطالعه و مشاهده ای آثار ما با فرهنگ اقوام در افغانستان آشنایی پیدا میکنیم. اما این موزیم که هموکنون مکان برای حفظ و نگهداری بیش از 50,000 اثر گرانبهای باستانی کشور می باشد با چالش های جدی روبرو می باشد. با گفته مسئولان این موزیم آنان با کمبود مواد کیمیایی که برای ترمیم و نگهداری این آثار نیاز است روبرو می باشند. فعلا اکثرت آثار موزیم ملی افغانستان که از به ترمیم ضرورت داره اگر از نگاه فیصدی ما بگیم میتونیم بگیم که 50% آثار موزیم ملی فعلا به ترمیم نیاز و ضرورت داره و در دپارتمنت ترمیم آثار ما بیشتر به مواد کیمیایی ضرورت داریم که مواد کیمیایی فعلا در افغانستان در دسترس نمی باشه باید این مواد کیمیایی خارج از کشور باید بر ما تهیه شود در این اواخر امی قطع علایق جهان با امارت اسلامی و با دولت ما این منجر به این شده که ما به کمبود و فقدان مواد کیمیایی مواجه شدیم امیدوار هستم که این مقامات بالایی ما حل بسازن و ما بتانیم روابط فرهنگی دور از سیاست ما داشته باشیم و با ما همکار باشند در قسمت تهیه مواد در قسمت ارتقای ظرفیت ها و وسایل تکنیکی مدرن که امروز برای حفاظت از آثار باستانی کار است ما بتانیم همکاری هایشان را جلب موزیم ملی افغانستان در زمان سلطنت امیر امان الله خان به منظور حفظ آثار و میراث‌های فرهنگی اعمار گردید. قبل از کودتای 7 ثور 1357 در اینجا حدود 100,000 قلم آثار تاریخی حفظ و نگهداری می‌شد. اما بعد از آن و آغاز جنگ‌های تنظیمی 70% ساختمان آن تخریب و هزارها قلم آثار تاریخی تاراج و به خارج از کشور انتقال یافت. دوستان گرانقدر هفته قبل شماره از علمای دینی و باشندگان ولایت پنجشیر از مقام علمی میرزا قلندر پریانی و شماره از علمای دیگر یادبود به عمل آوردند در این محفل روی ابعاد مختلف زندگی علما صحبت گردید گزارش در همین رابطه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر طی محفل از یک شاعر و شماری از علمای دینی ولایت پنجشیر در ولسوالی پریان این ولایت گرامی داشت نموده است. در این محفل سخنرانان در مورد اهمیت علمای اسلام در جامعه و شخصیت‌های تاثیرگذار در اجتماع صحبت می نمایند. مولانا مرزا قلندر پریانی و گرامی داشت از شهدای راه آزادی والی سابق ولایت پنجشیر مولوی عبدالحی قانت و یارانش استاد محمد امین مشهور و ملاقبات شهید قاری صاحب مصطفی زرگه عمری شهید قاری صاحب منهاج الدین محمد مجاهد شهید شعیب مجاهد شهید مصباح مجاهد و همچنان گرامی داشت از علما و دانشمندان مولوی صاحب نورالحق آخونزاده مولوی صاحب محمد خان حافظی در این محفل اشراک کنندگان می گویند علما به خاطر دین و مردم علم آموخته و همواره تلاش نمودند و برای ما لازم است تا از آنها به نیکی یادآوری نماییم. در صورتی که از برکت دین مقدس اسلام از برکت تعالیم اسلامی امروز جامعه بشریت روشن است. یک حقیقت است. اکثریت متفکرین دنیا به این اتفاق نظر دارند که فقط تنها در کره زمین اسلام باید حکومت بکند. در این محفل اشراک کنندگان می گویند
علما به خاطر دین و مردم علم آموخته و همواره تلاش نمودند و برای ما لازم است تا از آنها به نیکی یادآوری نماییم. در بین مسلمان ها افرادی دلیر با غیرت با شهامت هستند که به خاطر الله تمام زندگی خود صفر می سازند. بلکه مصفت عیاری جوانی کاکگیش گذشت و تحمل بود. این صفت انبیاء علیه السلام بود که در وجودش زنده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر می گوید تلاش می نماییم تا از فرهنگیان و نخبگان ولایت پنجشیر گرامی داشت نبوده یاد آنها را همیشه تازه نگه داریم. دوستان گرانقدر، افغانستان کشوری که مملو از داشته‌های فرهنگی و آبدات تاریخی است. ولایت فرا در دوره‌های سلاطین مختلف و جهانگشایان مورد توجه بوده و آبدات زیاد در ازمنه‌های مختلف تاریخی وجود داشته. همکنون نیز آثار زیاد در این ولایت موجود است. گزارش در این باره. ارگ نودی بنایی که در 17 کیلومتری مرکز فرا با وجود خامه بودن آن باز هم پای بر جا مانده است. تاریخ مشخصی از این بنا در منابع رسمی وجود ندارد، اما افسانه های محلی قدمت آن را هزار سال بیان می کند. با گذر زمان بیش از 50% این آبده تخریب شده است. این قلعه یک دروازه ورودی داره که از غیر از اون دروازه کسی نمیتونه داخل این قلعه وارد شه و یک چای در قسمت فوقانی قلعه ساخته شده است. بلندی این قلعه تقریبا 25 متر میشه و مساحت این 5 جریب زمین میرسه. در حومه فرا قریه یزدی هم آبده هایی از زمان شاه عباس صفوی را در خود نگه داشته است. این باشنده یزدی با 61 سال عمر داستان هایی از این حوض ها بیان می کند. می گوید سه حوض ساخته شده از خشت پخته و گچ در این قریه وجود دارد که برای آب آشامیدنی از آن استفاده می شده است. این حوض هایی که هست از این سابق بوده که از این می بینه کنار از این یک جوی وجود داره که از این جوی ناهو می شده که از این حوضی به حساب استفاده می شد برای نوشیدن و به حساب مردم می برده و خوردن از این زیادتر مردم استفاده می کرد به اون زمان. خرامی تو باز که سالا تغییر کرد و او به حساب رو به خشکی رفت و باز او زمستان هست و تابستان نیه یا او زمان تو از کار افتاد. ریاست اطلاعات و فرهنگ با نظارت از این آبده ها می گوید تلاش دارند تا تاریخ فرا را زنده نگه دارند. می گویند برای بازسازی آبده های فرا تمام تلاششان را می کنند. موږ کوشش کوو پردی باندې تر څو خپل په بودیجه باندې د اسلامي امارت اطلاعات و فرهنګ وزارت په بودیجه باندې دا ترمیم کړل سي او د نور لارو چارو څخه هم کوشش کوو تر څو نړیوالو هڅو هغه موساتی چې په فرهنګي بخشو کې موږ سره مرسته کوي هڅو تاریخي ځایو او فرهنګي ځایو دا ورغوي ترمیم کړي. تا کنون 22 آبده تاریخی فرا در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت بوده و تلاش های ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برای ثبت 19 آبده دیگر نیز جریان دارد. دوستان گرانقدر، داشتن انگیزه باعث می شود فرد بر رفتارش جهت دهد و برای زندگیش هدف تعریف کند، اما نداشتن انگیزه کاملا برعکس این است. لذا زمانی که با چنین شرایط یعنی بی انگیزگی روبرو می شویم نیازمند یک محرک هستیم که به ما انگیزه دهد، شامل یک سخن، یک متن و حتی یک عکس هم می باشد انگیزه. اما امروزه سینما مهمترین این محرک ها تلقی می گردد، زیرا هم شامل متن و سخنرانی می باشد و هم حاوی تصاویر است. با عبارت ویدیوی انگیزشی تمام منابع انگیزشی را در خود جمع کرده است. در این برنامه روی فیلم انجمن شاعران مرده، یکی از فیلم های بلند آلیوت، چند سخن داریم. Gentlemen, what are the four pillars? Tradition, honor,
انجمن شاعران مرده فیلم با کارگردانی پیتر ویر است که در آن رابین ویلیامز نقش استاد ادبیات را بازی کرده است. داستان این فیلم کمدی درام درباره نگرش جدید استاد ادبیات به زندگی است که قصد آموزش آن را به دانش آموزان خود دارد. این فیلم 128 دقیقه‌ای در سال 1989 منتشر شد که سال 1959 را روایت می کند. انجمن شاعران مرده روایت از پوهنتون شبانه روزی است که قوانین و مقررات خاص خود را دارد و همه دانش آموزان تابع بیچون و چرای قوانین هستند تا زمانی که جشن 100 سال تأسیس این پوهنتون مصادف با آغاز سال تحصیلی جدید می شود. در این زمان استاد ادبیات بازنشسته می شود و جانشین برای آن انتخاب می شود که خود از فارغ التحصیلان پر افتخار این پوهنتون بوده است. اما روش تدریس وی با آنچه دانش آموزان قبلاً با آن عادت داشتند کاملاً متفاوت است. او دیدگاه نو نسبت به ادبیات دارد و از دانش آموزان نیز می خواهد با نگاه تازه به چیزها نگاه کنند و در حقیقت این فیلم علیه سنت بیهوده و پوچ نظام آموزشی است. در باب این موضوع فیلم، انجمن شاعران مرده یک دیالوگ ماندگار از فلسفه شعر دارد. در صحنه از فیلم، استاد به دانش آموزان خود این چنین می گوید: ما شعر را چون زیباست نمی نویسیم و نمی خوانیم. ما شعر را می نویسیم و می خوانیم چون انسانیم و انسان سرشار از احساس و اشتیاق است. و شعر ما را زنده نگه می دارد. استاد ادبیات با نیروی کلمه و شعر سعی در قدرتمند کردن دانش آموزان خود می کند. او به شاگردان خود می آموزد که هیچ چیز غیر ممکن نیست و برای خلق یک چیز نو نیاز است که از بعض عادتهای من فاصله بگیریم. استاد سعی می کند در برابر اصل چهارگانگی پوهنتون، چهار اصل زندگی یعنی عشق، زیبایی، حقیقت و عدالت را آموزش دهد. شخصیت اصلی فیلم انجمن شاعران مرده در حقیقت نماد از یک روان درمانگر با تجربه است. او فرد باهوش، زیرک، مهیج، مقتدر و الهام بخش است و در همان اوایل فیلم او دانش آموزان را تشویق می کند که بخش از کتاب ادبیات را که به شعر نگاه علمی و ماشینی دارد را پاره کنند. این فیلم به مصرف 16 میلیون دلار تهیه شده بود و 235 میلیون دلار فروش کرد و در جشنواره اسکار که معتبرترین رویداد سینمایی در جهان می باشد بهترین فیلم نامه سال 1989 شناخته شد. دوستان گرانقدر، این بود داشته های برنامه حاضر که پیشکش شما گردید. تا برنامه دیگر و دریچه دیگر، بدرود.